خوش اومدید به برنامه خودتون. خیلی ممنون، مرسی از شما که منو دعوت کردید. فکر کنم خانم شیوا امینی برای تمام مخاطبای خوب ما شناخته شده هست، چه اونایی که حالا بحث‌ها و مطالب ورزشی رو دنبال میکنن، چه اونایی که به در واقع موضع‌گیری‌های اجتماعی سیاسی علاقمندن. شما علاوه بر اینکه یک ورزشکار خوب هستید، آدمی هستید که همیشه طرف مردم ایران ایستادید و موضع‌گیریاتون همیشه در کنار مردم بوده و این برای اونا خیلی اهمیت داشته. اما دوست دارم اول خودتون یه سلام علیک با مخاطبای ما بکنید و یه معرفی کوتاهی هم از زبون خودتون بشنوید. خیلی ممنونم، مرسی. منم خیلی خوشحالم که اینجام و باعث افتخارمه. خب مثل خیلی از دخترها و زنای ایرانی که به هر حال تلاش کردیم که توی کشور خودمون از استعدادهامون استفاده کنیم، ولی متاسفانه توی کشوری که کاملا ضد زن بود، هر چقدر که تلاش کنی باز نتیجه اون همه زحمتش رو نمیتونی ببینی. من معرفی خودم اینه که فوتبال بازی میکردم از بچگی، یعنی فوتبال رو در واقع یادم نمیاد جایی یاد گرفته باشم، چون این چیزی طبیعی بود که ناخودآگاه اصلا درون من بود و از اونجایی که خب یه بچه دختر خیلی بیش فعالی بودم و به شدت سرکش، خیلی سریع وارد جامعه شدم و این وارد جامعه شدن من توی سن کم باعث شد که من خیلی سریع با مشکلات و موانعی که سر راهم بود روبرو بشم و یاد بگیرم که چطور بتونم این مشکلات رو حل کنم، چطور از به قول خودمون دورشون بزنم. چون فکر کنم کسایی که الان توی این لایف باشن، دخترا و زنا، کاملا حرف من رو یه مقدار بیشتر متوجه میشن. به هر حال اون تایمی که من بودم مشکلات برای پسرها هم خیلی زیاده توی ایران، به خصوص الان، ولی اون موقع که من بودم نسبتاً کمتر بود. و خب تو رشته خودم تلاشم رو کردم، ولی خب بارها و بارها به در بسته میخوردیم، با اینکه من به تیم ملی هم رسیدم، ولی خب از اونجایی که دوست داشتم استادیوم برم، از اونجایی که من همیشه با دوچرخه یا با موتور میرفتم، و اینم بگم که به خاطر بیش‌فعالی و سرکشیم و اینکه دوست داشتم اصلا قوانین جمهوری اسلامی همیشه زیر پا بذارم، چون که قوانین ضد زن بود و قوانینی که هیچ کدومش رو واقعا تو هیچ سنی من یادم نمیاد که قبول کرده بوده باشم. حتی یادم، من توی دوران دبستان همیشه با معلم‌ها درگیر بودم، معلم‌های دینی قرآن، من همیشه به چالش میکشیدمشون. و سر همین قضیه من بارها بارها تو ایران دستگیر شدم، بازداشت شدم، بازداشت‌های موقت شدم، یا اتفاقا یه مصاحبه با اسکای اسپورت داشتم در مورد تعداد دفعاتی که توی ایران بازداشت شدم، نشستیم شمردیم، بیش از 30 بار من یا تذکر گرفتم، تعهد دادم، یا پول، نشستیم حساب کردیم یه مقداریشو. خودم باورم نمیشد که چطور مثلا ما اینقدر توی ایران چه چالش هایی داشتیم، ما چه زندگی کردیم و چقدر تلاش کردیم که برسیم. خب من رشته تخصصیم فوتبال بود، در خب ورزش های دیگه هم، یعنی در واقع بهم میگفتن نخبه ورزشی هستی، توی هر ورزشی میرفتم میتونستم موفق باشم. حالا این یه چیز درونی بود. مثلا من همزمان والیبالم، یادم که دانش آموزی برای تیم ملی دعوت شده بودم، یا مسابقات بدمینتون مثلا قهرمان شده بودم توی استان، در صورتی که اصلا من بدمینتون نمیدونستم چی جوریه. و این ورزشی بودن از ابتدا تو من بود و خب فوتبال یه چیزی بود که منو تخلیه میکرد، یعنی اینکه من میدویدم یا بیشتر با پسرها کانکشن داشتم تو خیابون. من خیلی وقتا من اصلا توی خیابون بدون کفش بازی میکردم یا روی آسفالت، هر موقع برمیگشتم خونه زانوهام خونی بود، دست و پام همیشه در به داغون بود و اصلا شبیه یک دختر نبودم. جالبه که من تا سن فکر میکنم 22 سالگیم هم همیشه پسرونه میرفتم بیرون، چون که کمتر اذیت میشدم، کمتر پلیس منو میگرفت و برای خودم اسم پسرانه هم داشتم، تیپم هم همیشه پسرانه بود. یه مقدار آزادتر بودم اون موقع با تو مثلا قالب تیپای پسرانه، تا اینکه من خب فوتبالشون با پسرها یاد گرفتم و تو کوچه خیابون به اصطلاح یاد گرفتم، خب یه مقدار تکنیکم شبیه پسرها شده بود. و دوره اولی که برای بازی ها رفتم توی تیم سایپا، خیلی زود اونجا منو دعوت کردن، همون دوره اول خانم گل و بهترین بازیکن شدم و همونجا منو دعوت کردن برای تیم ملی.
خب از تیم ملی معمولا همه باید خیلی هیجان داشته باشن، بگن واو مثلا حالا یه هدف دیگه، یه گل خیلی بزرگی میشه که آدم داشته باشه. ولی از اونجا که من با بچه ها خیلی صحبت میکردم، بهم گفته بودن که تیم ملی خیلی دست و پاتو میبنده، اینجا اصلا شبیه سربازخونه است. من همیشه مثلا تو همون سنم بزرگترین چالش رو برای پسرها سربازی میدیدم، مثلا میدیدم دوستام یهو از ما جدا میشن میرن توی سربازی، خب خیلی وحشتناک بود، یعنی مثل یک جهنمی بود برای پسرها که یهو همه چیشون زندگیشون 2 سال اسیر میشدن. و خب دخترها برای من مثالش به خوبی میگفتن اینجا مثل سربازخونه است، اینجا هم نمیتونی فعالیتاتو ادامه بدی، همین که خیلی محدود میشه، همینجا خیلی باندبازیه، اینجا همیشه باید حجاب داشته باشه. خب چون من اصلا نمیخواستم هیچ وقت حجاب داشته باشم و خیلی از بارهایی که بازداشت شده بودم یا تذکر داده بودم، تعهد داده بودم، سر حجاب بود. و اینکه مادر من تماس گرفت با فدراسیون، بهشون گفت که نمیخواد بیاد تیم ملی و میخواد همون توی مثلا از لیگ دسته یک، ما تیم سایکار بردیم لیگ برتر و میخواد همون تو لیگ برتر ادامه بده، تیم ملی نیاد فعلا. گفتن نه، و طبق معمول دیکتاتور بازی، سیستم مافیایی و دیکتاتوری، اومد گفت که فدراسیون گفت که نه، اگه تیم ملی بازی نکنه باشگاهی هم نمیتونه بازی کنه. خب من هم عاشق فوتبال بودم، یعنی من اصلا بدون فوتبال واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. تو اوج نوجوونی جوونی من بود که خب بازی من خیلی خوب شده بود، اصلا خیلی دوران خوبی بود، ولی خب متاسفانه رفتم تیم ملی و اونجا دقیقا همون چیزی بود که دوستان برام تعریف کرده بودن، یه جایی یه حالت سربازخونه وحشتناکی که حتی ما انقدر احترام برای ما قائل نبودن که هممون با هم 30 نفر توی یه مثلا سوله بودیم، تختای 2 طبقه رو سر هم دیگه، و در صورتی که در کنار ما حالا اسمش هم یادم رفته، جایی که پسرها بودن کمیته ملی المپیک بود اگه اشتباه نکنم، تو همون مجموعه آزادی پسرها مثلا هر کدوم برای خودشون اتاق خودشون داشتن، هتل بود، حتی ما مثلا رستورانمون هم جدا بود. تیم ملی فوتسال بودید اون زمان درسته؟ من تیم ملی فوتسال بودم ولی خودم میخواستم اگه هم قرار بازی کنم برم تیم ملی فوتبال، ولی از اونجایی که خودشون اینا برای شما تصمیم میگیرن تو ایران، رفتم تیم ملی فوتسال ولی توی لیگ فوتبال هم بازی میکردم. اینجوریه که شما میتونین آره، ولی تیم ملی فقط یه جا میتونین برین. و اینکه خلاصه هیچی، تیم ملی هم که بازی کردیم، توی مسابقاتی هم که میرفتیم، خب من همیشه درگیر بودم چون من همیشه مطالبه گر بودم و به قول مامانم همیشه دردسرساز بودم و هیچ وقت نمیتونستم، یعنی نمیتونستم زیر بار زور، حرف زور برم. حالا میخواست فدراسیون باشه، میخواست خانواده باشه، میخواست هر چیزی، مدرسه باشه، و این همیشه برای من دردسر درست میکرد. اونجا هم همینطور همیشه مطالبه گری میکردم، تعداد کمیته انضباطی هایی که میرفتم خیلی زیاد بود. و اینکه حتی یک بار برای مسابقات آسیایی یادم توی ویتنام که ما بازی داشتیم، برای اولین بار تیم ژاپن رو شکست داده بودیم که خب تاریخ ساز شده بودیم و یه افتخاری بود که ما با اون وضعیت افتضاح حجاب تو اون دمای بالا توی ویتنام بتونیم مثلا تیم ژاپن رو که تا حالا تو آسیا کسی شکستش نداره ما تونسته بودیم شکستش بدیم. بعد بازی اومدن گفتن مثلا یه آخوندی اومده میخواد باهاتون بازی رو دیده، میخواد باهاتون صحبت کنه. خب من اصلا اون لحظه حاضر بودم بمیرم ولی نرم وایسم قیافه این آخوند رو ببینم که حالا بیاد در مورد ما اظهار نظر، اصلا کی هست که بخواد در مورد ما اظهار نظر کنه. خلاصه من نمیخواستم برم، بعد حراست فدراسیون که همیشه با ما بود و مثل یه شیطون اینجوری بالا سر ما بود که ما خلافی نکنیم یا دمپایی نپوشیم، باورتون میشه به ما اجازه نمیدادن دمپایی انگشتی بپوشیم. خلاصه منو بردن اونجا وایستادیم حرف زدیم و بماند که آخونده شروع کرد بگه که شماها اصلا به نظر من این ورزش مناسب دختران نیست و برجستگی هاتون موقعی که داشتین میدویدین تکون میخورد و مردا نباید بشینن برجستگی های شما رو ببینن. حالا اینا این حرفا رو که زد که هیچی، ولی من اونجا چون دعوام شد حتی میخواستم به ایران دیپورتم کنن که خوشحال میشدم اگه این کار میکردم. بعد دوباره اومدم ایران کمیته انضباطی شدم، درگیری داشتم من با فدراسیون و با سیستم اونجا
کلا درگیری داشتم و تا اینکه سفر به خارج از کشور زیاد میرفتم، سفرات شخصی، چون که راحت به ماها ویزا میدادن، ما چون شنگن خورده بود تو پاسمون راحت میتونستیم ویزا بگیریم. که دیگه توی سوئیس رفتم، اونجا هم که بازی کردم طبق معمول با پسرها آزادانه و خب عکس و ویدیو و طبق معمول، یعنی خیلی چیز عادی بود برای من که زیر بار حرفشون نمیرفتم، چون فدراسیون همین الان هم بچه ها رو تهدید میکنه که پروفایلاتون نباید بدون حجاب باشه، نمیدونم عکسایی بدون حجاب توی پیجتون نباشه، پاک کنید. و اگه دقت کنین دخترای فوتبالیست توی ایران یا دخترای ورزشکار همیشه توی ایران یا یه کلاهی یه هدبندی چیزی میزنن که بتونن این قانون اینا رو دور بزنن دیگه، اجباریه. ولی خب برای منی که بیرون از ایران بودم هیچ اجباری توش نمیدیدم، یعنی مثلا فکرش هم نمیکردم که این اتفاق بیفته. که خب خلاص مشکلاتی برای من به وجود اومد و به خاطر حجاب و با فدراسیون تماس گرفتم و از توی فدراسیون یه آقایی به من گفت تو رفتی با دشمنان اسلام و ما دشمنان ما بازی کردی و اینا، نمیدونم همین حرفایی که هممون میدونیم. مثلا واقعا یادآوریش برام عذابه. و اینکه کلا دیگه داستان من اینجوری شد که خب سوئیس هم فوتبال خوبی نداشت، یعنی مثلا نه تو پسر نه تو دخترها، مثلا اون سال دارم از 2017 بکنم یا 2016 صحبت میکنم، فوتبال آنچنانی نداشت. برای همین اومدم ایتالیا. البته که من تو سوئیس شروع کردم فعالیت کنم و بازی کردم برای تیم اول دخترشون که حتی اونجا مربیشون به من گفت که تکنیکت خیلی شبیه پسراست، یعنی خیلی همیشه اینو به من میگفتن که از بچگی داشتم اینو. و مربیگری رو شروع کردم به خاطر اینکه خب یه مقدار آرامش بهم میداد بودن با بچه ها، چون فشار خیلی روم زیاد بود. و اینم بگم کسایی که بیرون از ایرانن مخصوصا ورزشکارا، ابتدا خیلی فشار روشونه تا بیاد یه سری کارها انجام بشه، مراحل قانونی مدارکتون آماده بشه، پروسه کاریتون بگذره، تیما نمیتونن شما رو توی مسابقات شرکت بدن و خیلی خیلی، یعنی راه مسیر خیلی سختیه. اگه یهو میبینین یه ورزشکاری میاد بیرون یهو یک سال غیبش میزنه، بدونین که اون پشت واقعا درگیری هایی داره که غیر قابل توصیفه. و بعد از اون هم اومدم ایتالیا. ایتالیا خب فوتبالش بهتر بود نسبت به جاهای دیگه. اینجا اومدم بازی کردم، ولی خب هر دو، هم سوئیس هم ایتالیا، به من گفتن که ما اجازه فدراسیون ایران رو باید داشته باشیم چون تو ملیتت ایرانیه. و خب نشدنی بود، منم که به هیچ عنوان اصلا نمیخواستم با فدراسیون مکاتبه ای داشته باشم اینا اصلا کلا. و رفتم داوری، کورسای داوری هم قبول شدم. حالا کوتاهش کنم داستانمو، ولی خب یه مسابقه رو رفتم سود زدم، دیدم که نه این دوست دارم، یعنی واقعا وایسم اون وسط همه بازی کنم من وایسم پشت بخورم. بعد مربیگری شرکت کردم، مربی شدم، دیدم که خیلی دوست دارم. و اینکه دیدم اینجا اصلا یه دنیای دیگه است متفاوت با ایران. حقیقتا ابتدای شروع کارم یکم دیکتاتوری بودم، چون که ما تو سیستم دیکتاتوری بزرگ شده بودیم، یکم امر و نهی به بچه ها یا تون طرف زدن، با اینکه مثلا من حالا خیلی آدم توندی نبودم، ولی بهم تذکر داده شد و فکر میکنم که آروم آروم خودم کار کردم. کورسای مربیگری که گذروندیم توش روانشناسی بود، ارتباط با بچه ها با بازیکنان، و دیدم اینجا اصلا دنیای متفاوتیه. و این شد که مربی شدم و توی این حرفه خودم از صفر دارم شروع میکنم، یعنی شروع کردم. 2 سال مربی پسرا بودم، پسرای از کوچیک شروع کردم، رسیدم به نوجوانا، بعد مربی دخترای جنوا شدم. جنوا تیمی بود که خب تیم پسراش توی سری آ ایتالیا بازی میکرد، خیلی تجربه خوبی بود برام تا اینکه انقلاب مهسا شروع شد و اون شوکی که به همه ما وارد شد و تقریبا خونه نشینمون کرد، یعنی یه جورای زمینگیرمون کرد. و من اونجا تصمیم گرفتم که تمام وقتم رو بذارم برای مردم ایران. اصلا واقعا چند ماه اول که اصلا نمیتونستم برم
بیرون، یعنی تمام دوستای خارجی مو از دست دادم، از دست دادم که یعنی اصلا نمیخواستم برم پیششون، دوست داشتم با مردم ایران در ارتباط باشم، راجع به انقلاب حرف بزنیم، چه کمکی میتونیم بکنیم، پول جمع کنیم برای مثلا زندانیا یا آسیب دیده ها رو، چه کمکی میشه کرد، صدای کی میشه بود، و همه این کارا نیاز داشت که تو 24 ساعت کار کنی. و من این یک سال اخیر با کمال افتخار تونستم تمام وقت در خدمت مردم باشم، ولی خب از اون طرف فوتبالم هم چیز شد که اصلا فدای سر مردم. الانم دارم ادامه میدم کمک کردن رو، کمک کردن که به هر حال همون زنجیره‌ای که هممون با هم دیگه داریم تشکیل دادیم و داریم میبریم جلو. و اینکه خیلی الان ارتباطاتم با مردم خیلی بیشتر شده، چون یکم دور شده بودم، تقریبا 7 8 سالی بود که کلا توی سیستم اینا غرق شده بودم، ارتباطاتم خیلی با ایران کم شده بود، ولی به واسطه انقلاب با خیلی از عزیزان در ارتباطم. الان داریم فعالیت میکنیم، یه کمپینی زدیم برای ورزشکاران، چون من معتقدم که باید هر کی توی حیطه خودش کمک کنه و صدای همون قشر باشه. ما تعداد ورزشکارایی که کشته شدن خیلی زیاد بودن، کم نبودن، ورزشکارانی که الان تو زندانن، امیر نصرآزادانی الان تو زندانه، کسایی که الان زیر حکمن و کسایی که الان فراری هن تو خود همون ایران، و یه داستانهایی هست از این بچه ها که خب ما مثلا داریم اینا رو آروم آروم میبریم جلو. و اینکه صدای ورزشکاران هستیم توی جامعه بین المللی، هرچند جامعه بین المللی خودش همه این چیزا خوب میدونه، ولی ما نباید ناامید بشیم. ما اسامی تهیه کردیم برای کمیته بین المللی المپیک، دونه به دونه کسایی که کشته شدن، کسایی که اعدام شدن، کسایی که حکم اعدام گرفتن، حکمشون بخشیده شد، الان تو زندانن، و تا جایی که تونستیم همه رو فرستادیم که اونجا باشه براشون، هرچند که ما امید داریم که بشه کاری کرد، چون ورزش خیلی مهمه و من فکر میکنم که یک هسته مرکزی هر کشور و هر فرهنگی میتونه ورزشش باشه. الانم با کمپینمون داریم کار میکنیم همچنان، و همین فکرم خیلی حرف زد. گفتنی ها رو همه رو گفتیم، من حالا میخواستم من دیگه وقت نیومدم، میخواستم که تیکه بریم جلو، بعد حالا من برگردیم عقب دوباره. خب از اول شروع کنیم یه مقدار یه سه سوالا بکنیم. مرسی از اطلاعات خیلی خوب و مفیدی که دادی، این مسیر سختی که گذروندی و واقعا باعث افتخار ایران هستی، باعث افتخار مردم هستی، و مرسی که وقتت رو، انرژیت رو، روحت رو، میدونم برای یه مثلا هنرمند، ورزشکار، هر کسی که تو دانشمند، هر کسی تو هر حوزه‌ای کار میکنه، اینکه اون حوزه رو رها کنه، عشقش رو رها کنه و وقتش رو بذاره صرف یه کار دیگه بکنه چقدر سخته. اما به عشق مردم ایران الان، اون چیزی که دوست داشتی و حتی رها کردی و فقط وقت رو صرف داری کمک به مردم میکنی. اما میخوام یه سوالی بکنم، بگیم اول صحبتات تو میرفتی بیرون کوچه و خیابون با بچه های محل فوتبال بازی میکردی، من نمیدونم کدوم شهر بزرگ شدی، اونم دوست دارم بهمون بگی، در مورد اون وضعیت اونجا هم بگی، اما برخورد پسرای کوچه، برخورد محله با دختری که میخواد فوتبال بازی کنه، دختری که میخواد بیاد خودش رو وارد تیم اونا بکنه، چه جوری بود؟ دوست داریم بدونیم ما مخاطبامون بهتر بدونن. من اصفهان بزرگ شدم و تقریبا اون موقعی که دوران کودکی من خیلی مذهبی بودم، بعد جالبه این که من تو محله خودم من رئیس بودم، یعنی من بعد اجازه میدادم پسرها کی می اومد تو تیم، و چون که خب استعداد عجیب غریبی داشتم، حالا تعریف از خود نمیدونم میشه اسمشو گذاشت یا نه، ولی به خاطر بیش فعالیم بود یا هر چی بود، من خیلی مثلا من به بازی های ساده قانع نبودم، یا مثلا فوتبال بازی میکردیم تمام گلا رو خودم میزدم، مثلا به کسی پاس نمیدادم، خیلی عجیب غریب. برای همین دیدین که مثلا بین بچه ها وقتی یه نفر اینجوریه، همه دیگه میتونه رئیس همه باشه، مخصوصا که من دختر بودم، همه پسر بودم، برای همین نه، من خیلی ارتباط خوبی، من از دوران کودکیم ارتباط خوبی با پسرها داشتم، شاید باورتون نشه بیشترین دوستام همیشه توی ایران پسرها بودن، و همین الان هم که اینجا هستم اگه دور برامو نگاه کنم بیشتر دوستان پسرن، و این یه چیزی که از بچگی بوده دیگه. آره. حالا
تو در واقع اومدی راه تو باز کردی. خب پس میخواستم در واقع به این نتیجه برسیم که مردم ما، جامعه ما، پسرای ما، دخترای ما هیچ کدوم با هم مشکلی ندارن. اون کی کسی که مشکل داره جمهوری اسلامیه. یعنی همیشه این تصور رو ایجاد میکنه که آقا اگر مثلا تماشاچی های پسر و دختر کنار هم قرار بگیرن، اگر ورزشکارا با هم کنار هم قرار بگیرن، چه فاجعه ای به بار میاد. میخوام بگم هیچ فاجعه ای به بار نمیاد. تو محلتون، تازه جایی که فوتبالیست حرفه ای نبودن بقیه، در کنار هم به صلح و صفا و خوبی زندگی که الان خود میگی مربی نوجوانه پسر هستی و هیچ اتفاق وحشتناک و ناگواری پیش نمیاد، اما جمهوری اسلامی دوست داره این تصور رو ایجاد کنه و واقعا برای بعضی مخاطبای خودش این تصور رو ایجاد کرده. میخوام همینجا این تصور بشکنه. دقیقا درسته، انقدر این نکته جای صحبت کردن داره. تک تک آدمایی که توی ایران بزرگ شدن میتونن بیان شهادت بدن که مردم ایران با همدیگه مشکلی ندارن، یعنی اتفاقا همدیگه رو پوش میکنن. مثلا من وقتی وارد استادیوم میشدم با دوستام، پسرها همه منو پوش میکردن، یعنی حواسشون به من بود که یه موقع من لو نرم. یا مثلا من اگه با موتور میرفتم بیرون و پلیسی، خب با دوستامون با هم میرفتیم، پلیسی میومد مثلا میخواست چیز کنه، چون معمولا دختری هم بودم که حتی تیپ پسر رو نمیزدم، قابل تشخیص بودم، چون مثلا چیز نبودم، استایل پسرونه، هیکل پسرونه اینا نداشتم و اون موقع ها خیلی ناراحت بودم، گفتم من چرا یه ذره، و خیلی زود لو میرفتم. حتی من یه بار با موتور پلیس منو گرفت و فقط بهش گفتم که چجوری فهمیدی من دخترم، گفت قوس کمر تابلو دختری، ما از پشت موتور داشتیم میمنیم فهمیدیم تو دختری. و آره، پسرها خیلی اتفاقا این ارتباط رو من خیلی خوب درکش کردم توی ایران، چون که ارتباطاتم بیشتر با پسرها بود. ما همیشه و بیشتر چون ما دخترها همیشه در معرض خطر بودیم از سمت حکومت، اونا همیشه ما رو کاور میکردن. این خیلی قشنگ بود. اون موقع که من دارم حرف زنم مال مثلا خیلی سال پیشه، من الان 34 سالمه، من دارم از تقریبا 20 خورده سال پیش حرف زنم. بعد الان نسل جدید رو که میبینی اصلا من لذت میبرم، چون علنی شده، تابوها شکسته شده، حمایت دختر و پسر خیلی، روابط دختر و پسر و زن و مرد تو ایران خیلی الان راحت شده. یعنی حتی من میبینم توی مثلا ارتباط میگیرم توی مثلا شهرهای کوچیکتر، شهرهای روستاها، حتی خیلی راحت دارن با هم دیگه مهمونی میگیرن. نمیدونم، خیلی ها با هم مثلا سالن کرایه میکردیم، ما تو ایران که بودیم مثلا سالن کرایه میکردیم، دختر پسر میرفتیم بازی میکردیم، یا استخر، بچه ها مثلا استخر داشتن، همه دختر پسر میرفتیم. خب این چیزا برای ما، دقیقا میگم، ماها سرکش بودیم همه، فکر میکنم خیلی ها اینجور بودن، چون که قوانینی که ضد حقوق انسانی باشه چرا باید احترام بذاری؟ چرا باید اجراش کنیم؟ من شخصا احترام به این قوانین رو توهین به خودم میدیدم و همش رو میشکستم. یعنی اگه جمهوری اسلامی تو قوانینش میگفت که دختر نباید دوست پسر داشته باشه، من همونو میرفتم دوست پسر میگرفتم، برای اینکه بهشون ثابت کنم که شما دارین اشتباه میکنین. و وقتی هم که این کارو میکردم، اون موقع سنم کم بود دیگه، وقتی این کارو میکردم میدیدم ای چقدر خوبه، چقدر تمام چیزهایی که لذت بخشه، تمام چیزهایی که نیاز انسانه یا مثلا یه انسان به طور طبیعی باید داشته باشه رو اینا دارن از ما میگیرن. و چقدر هر چی پس جمهوری قانون بر خودم گذاشتم، هر چی جمهوری اسلامی میگه نه تو انجامش بده، و چقدر خوب بود. دقیقا کاری که الان موبایل، آره بفرما این یه تجربه برای بچه هایی که تو ایرانن، هر چی جمهوری اسلامی میگه نکنین، انجام ندین، شما برین انجام بدین. دقیقا میخوام همین رو بگم. الان مبارزه مدنی که نوجوانای ما، جوانای ما، دخترای عزیز ما، پسرای عزیز ما دارن تو ایران میکنن، بخشش همینه. یعنی شما میبینید حجابشون رو برمیدارن به اعتراض به اینکه آقا شما میگید حجاب بذار، نمیدونم مثلا میرن در واقع لذت میبرن، میرقصن، موسیقی گوش میدن، یعنی سعی میکنن مسیر رو قدم بردارن از جنس زندگی. نمیدونم حالا فوش خواهر مادر بدن تو خیابون، نمیدونم جای آتیش بزن، نه، دقیقا با زندگی کردن دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن. و به نظر من اتفاقا هر چی این گسترش پیدا کنه، جمهوری اسلامی رفتنش زودتر میشه. دقیقا، یعنی اصلا این مبارزه مدنی، وقتی که من ویدیوها رو میبینم، وقتی با یه سریاشون در ارتباطم صحبت میکنم، اصلا میگم دمتون گرم. یعنی
بعد الانم زنا یاد گرفتن، دخترها و زنا توی ایران، که هرچی میره جلوتر با سیاست تر میشن. یعنی قبلا شاید یهو از کوره در میرفتن، عصبانی میشدن، یا اینکه مثلا الان یاد گرفتن که اونا رو عصبانی میکنن. خب این یه قدم خیلی مثبتیه. یا اینکه واقعا شجاعت زنها و دختری توی ایران که اصلا توی کل دنیا الان دیگه مثال زدنیه. ولی کلا مبارزه مدنی چیزیه که فکر میکنم که شامل همه میشه، حتی شامل مردا میشه. همین که الان مردا میبینیم در کنار زنا ایستادن، همین که اگه دختری رو سریشو در میاره به چوب میبنده، فرداش یه پسر میره این کار میکنه. من این حمایت رو در ادامهش همین رو میخواستم بگم، بگم تو جامعه ما هر کاری هر کی داره میکنه قشنگ به دو دسته تقسیم شدیم، ما و اونها. ما هر کاری داریم میکنیم دیگه فقط الان شامل زنا نیست، یعنی مردا هستن، مردمی هستیم که اسمش رو میتونیم بذاریم مردم یا شهروندان ایران، اونا رو میتونیم بذاریم همون اجنبی ها و کسایی که واقعا اشغال کردن کشورمونو. و این مبارزه مدنی خیلی خوبه و خیلی هم شاید دیر جواب بده، ولی داره آروم آروم، اگه دقت کنین از 10-12 سال، 15، من اون موقع که ایران بودم یادمه مثلا تازه تابو، اون موقع خیلی تابو بود و خیلی وحشتناکتر بود. گشت ارشاد مثلا تازه اومده بود، احمدی نژاد گشت ارشاد آورده بود میزدن. من خودم مثلا چند بار گرفتار گشت ارشاد شدم و کمتر مثلا خانواده ها حمایتت میکردن، یه ترسی همیشه داشتی. الان به نظر من یکم درسته که باز اون وحشیگریشون کم نشده، ولی مردم ما شجاعتر شدن، مردم ما مبارزه مدنی رو بهتر دارن انجام میدن، نسل جدید از هیچ چی نمیترسه. مثلا نسل من نسلی بود که شاید از بین 10 تا 2 تامون یهو اینجوری سرکش در میومدیم، بقیه مثلا آروم بودن یا درسشون رو میخوندن، یه زندگی آرومی رو داشتن. ولی الان نه، الان میبینیم همین انقلاب دیدیم دیگه چقدر بچه های تینیجر سن کم اصلا بدون ترس کنار هم دیگه، پسر و دختر. و این نسل و نسل نسل هایی که داره به وجود بعد از اونها میان به جمهوری اسلامی امان نمیده. یعنی دیگه اینا شاید قصر در رفتن از این جنبش آخر که جنبش زن زندگی آزادی، ولی مطمئن باشین که جنبش بعدی خیلی از این پررنگتر خواهد شد، چون نسل جدید هی داره میاد و آگاه تره. و خب امید ما هم همینه، یعنی ما هم در کنار مردم هستیم که بتونن پیروز بشن. یعنی من خیلی امیدوارم. من شاید الان هممون ناراحت میشیم، یهو میگیم چرا مثلا اینجوری شد، چرا فلان به این دلیل به اون دلیل، دلیلش کاری ندارم، چرا انقلابمون مثلا یهو کمرنگ شد. ولی مردم باید بدونن که انقلاب کردن مخصوصا با کسایی مثل اینها، که اینا اصلا واقعا نه هیچ بوی از انسانیت بردن، دقیقا دارن کارهایی رو انجام میدن، جنایتهایی رو میکنن که هیتلر میکرده. پس دقیقا ما داریم با هیتلر می جنگیم، مثل این باید ببینیمش و توی یه جنگ هستیم. برای همین من خیلی امیدوارم، چون که ما خیلی قدرتمون بیشتر از اوناست، اونا فقط در برابر ما مسلحن، وگرنه ما قدرتی که مردم ایران دارن و مردم خارج از ایران، اون اتحادی که شکل گرفته بود بین ما، به نظر من این میتونه که اینا رو نابود کنه، چون مخصوصا نسل جدید فکر میکنم این اتحادشون خیلی بیشتر از ما هست، بیشتر از نسلهای قبلشونه. مرسی. یه نکته خیلی خوبی که اشاره کردی این حمایتی که پسرها هم از دخترها میکردن. یعنی من خودم یادم 10 سال قبل 11 سال قبل بود، رفته بودم ورزشگاه آزادی، بعد خب با 2 تا از خانومای شاعر و نویسنده با ما همراه بودن که اونا با گریم پسرونه اومده بودن و اومده بودن بازی ایران و کره جنوبی و مقدماتی جام جهانی ببینن، همون بازی که یکی ایران برد. توی اون بازی خب مثل خودت بودن، اون خانوما هم در واقع با وجود گریم پسرونه داشتن، ولی اطرافیان فهمیدن، مثلا وقتی که ایران گل زد و هیجانی شدن و اینا جیغ کشیدن و اینا دیگه فهمیدن. بعد خب همه مثلا ما خب
پیشفرضمون این بود که آره مثلا کسایی که میان استودیو، مثلا اون در واقع جایگاهی که ما بودیم، مثلا آدمای خفن، مثلا خیلی مثلا برخوردشون با خانوما ممکنه خوب نباشه، مثلا چون تا 10 دقیقه قبل داشتن فوشای رکیک میدادن. واقعا ببین، چنان حمایت میکردن، چنان کمک میکردن، حتی در مقابل مامورا، حتی در مقابل همه چی، که ما واقعا همونجا یه درسی بود. فهمیدیم آقا حتی اون طبقه ای که سیاسی، شاید اون زمان سیاسی نبود، بچه که میدن ورزشگاه، خیلی خیلی هاشون مثلا طبقه مثلا تحصیل کرده نبود، مثلا کتاب خون نبود، اما در کنار همن، هوای همدیگر رو دارن. اون کسی که مقابل ماست جمهوری اسلامیه. اما میخوام حالا برگردم به گذشته. در مورد تیم ملی گفتی، در مورد مشکلاتی که اونجا بود، آخوندی که می آوردن باهاتون صحبت کنه. من چند روز پیش، فکر دیروز بود، صحبت سامان قدوس رو داشتم میخوندم، مصاحبه شو، بعد وسط صحبتاش یه تیکه میاد میگه آقا، یعنی این آقا مثلا اینجا چیکار میکنه، میگه برای اینکه مواظبه که من حرفی خارج از اون چیزی که باید نگم. حالا بقیه بازیکنایی که تو ایرانن جرئت نمیکنه اینو بگن، اون چون بالاخره خارج از ایرانه تونسته اینا یه جورایی بیرون بده و درز بده. آیا واقعا چنین فضای امنیتی و وحشتناکی می‌بینیم حتی برای تیم ملی آقایون، چه برسه به تیم ملی خانوما، حکم فرماست یا نه فقط برای سامان قدوس بوده و اون وضعیت خاص؟ قطعا که برای دخترها خب خیلی این فضا بدتر بود، ولی برای پسرها هم هست. یعنی من وقتی که اول صحبتام گفتم مافیا، فدراسیون مافیایی، منظورم دقیقا همین بود، دیکتاتوری مافیایی. یعنی تمام رفتار شما زیر ذره بینه، تمام کارهایی که میخوای بکنی زیر ذره بینه، این که شما جایی بخوای مصاحبه بکنی، این که شما بخوای حرفی بزنی، اگه از چارچوب اونا بیاد بیرون این صحبت ها، اونا شما رو توبیخ میکنن، شما رو کمیته انضباطی میکنن. برای همین میگم که من توی کمیته انضباطی فدراسیون الان برید کلی پرونده دارم، چون مثلا میمدن به من میگفتن اینجوری اونجوری، یا پیش این آخونده حرف نزن، یا حراست رو مثلا چیز نکن. آخه من میدیدم که حراست، ما یه سال رفته بودیم فکر کنم اوکراین بود، حراست ما یه خانمی بود چادری، که خب همیشه هم از طرف تیم ملی معمولا چون میزبان کشورهای دیگه هستن، بهترین هتل ها رو به شما میدن دیگه، هتلایی که با تمام امکانات، استخر و اسپا و نمیدونم شباش توش دیسکو باشه. و خب ما خیلی سختمون بود که باید بریم اونجا و از هیچ امکانات اون هتل ها نتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ چون یه خانم چادری آوردن کنار ما گذاشتن. و جالب، من اینو خودم دیدم، یعنی تجربه خودم، که خب ما دور میزدیم، مثلا ما بچه ها میخواستن برن خرید، ما همیشه، ما ایرانی ها همیشه یه راه دور زدن داریم، و چون باید این کار میکردیم توی کشورمون. مثلا بچه ها میخواستن برن خرید، حراست رو باید حتما باشون میرفت دیگه، بعد از بابت ما هم خیالش راحت بود که ما تو هتلیم. حالا ما که تو هتل میموندیم و هماهنگ بودیم با بچه ها، چیکار میکردیم؟ میرفتیم آفتابمون رو میگرفتیم، استخرمون رو میرفتیم، میرفتیم سری سوپرمارکت ها مشروب میخریدیم، مشروبمون رو میوردیم، شبا دور هم دیگه میشستیم مشروب میخوردیم. چرا که نه؟ چرا ما نباید این چیزا رو داشته باشیم؟ شما میان ما رو زیر ذره بین میذارین، پس ما هم بلدیم شما رو دور بزنیم. بعد تازه تو اون سن که آدما، تو به هر حال نوجوونی، جوونی، و تو اون سن میفتی اصلا رو دور لجبازی ناخودآگاه. و خب ما مثلا میدیدیم که توی یکی از هتلایی که رفته بودیم، فکر کنم پرتغال بود، که بالکن داشت، ما تیما میتونستیم همدیگر رو ببینیم. بعد خب قبل مثلا مسابقه یهو میدیدیم که همه تیما تو بالکناشون با بیکینی آفتابشون رو دارن میگیرن، دارن مثلا کسی بخواد سیگارش رو میکشه. این نیست که ورزشکارا نمیدونم نباید سیگار بکشن، نباید مشروب بخورن، همچین چیزی اصلا نیست. و خیلی راحت همه تیما داشتن موزیکشون گذاشتن میرقصیدن. ما تو بالکن که میرفتیم، باید با گمکن شلوار و ست فدراسیون به ما داده بود میرفتیم. خب خیلی بد بود، یعنی عذاب بود. یکی از دلایلی که من واقعا از تیم ملی حالم به هم میخورد این بود که وقتی میخواستیم بریم سفر خارجی، واقعا همین که میخواستیم به اونا بگیم که بابا ما اینجوری نیستیم، تواناییشو نداشتیم. یعنی جدا جدا میرفتیم بهشون میگفتیم، ولی متاسفانه خیلی جو بدی بود. ما هم چیکار میکردیم؟ حراستی ها رو دور میزدیم. و اینکه ولی تحت فشار بودیم. چرا؟ مثلا ما اگه بعضی از اردوها با پسرها با همدیگه توی هتل بودیم،
حراست صندلی میذاشت تو راه رو که ما نریم اتاقای هم دیگه، یا مثلا نمیدونم چه تصوری از ما داشتن، ولی با دمپایی نریم که روی پای ما مشخص نباشه، یا مثلا ما تو محوط خیلی خیلی حرف دارم اگه بخوام تجربه هامو بگم توی این سفر، خیلی غم انگیزن واقعا. و اصلا الان هرچی هی مثلا دور میشم ولی الان دوباره میخوام بیان کنم، بیشتر تعجب میکنم، بیشتر حرص میخورم. اینکه بیمار جنسی هن که شکی نیست، یعنی من نه فقط توی مثلا حوزه شما، با مخاطبامون، با در واقع کسایی که عزیزایی که دعوت کردیم صحبت کردم، ورزشکار، نمیدونم هنرمند، دانشمند، نمیدونم در هر حوزه که صحبت کردم، و جمهوری اسلامی کارش افتاده بوده، حتی تو بعد بازداشت، همشون در مورد که اینها همگی بیمار جنسی هن متفق القول بوده. یعنی میگفت این تصوراتی که اونا داشتن هیچ‌وقت ما نداشتیم، اون کارهایی که اونا میکردن و تو فکرشون حداقل امکان پذیر ما نداشتیم. اما یه نکته میخوام حالا برگردم چون وقت اونم کمه، اینکه بعضی از در واقع ورزشکارای خانم ما که باشون صحبت کردیم گلایه میکنن که علاوه بر اجبار بودن، علاوه بر دیکتاتوری بودن، اینا این پوششی که برای ما انتخاب میکنن روی لحاظ سلامتی و کارایی ما در ورزش هم تاثیر منفی میذاره. یعنی دو میدانی کارامون میگن آقا اگر، یا مثلا شناگرامون دو میدانی کارامون میگن آقا اگر ما بتونیم با لباس استاندارد، با لباس درست مثل تمام کشورهای دنیا ورزش بکنیم، مطمئنا کاراییمون بهتر میشه. نظر شما هم همینه؟ آیا واقعا این لباسا مزاحمه یا نه یه لباس معمولیه؟ ببینیم به طور کلی، خب بخوایم رشته های ورزشی رو توی برای زنها تفکیک کنیم، خب قاعدتا رشته های مثل شنا، مثل وزنه برداری، مثل فوتبال، مثل ورزش هایی که تو اصلا واقعا پوشش خیلی توش مهمه. مثلا ما توی این لباس هایی که به ما میدادن قطعا یه هدبند باید میزدی، یه مقنعه سرت میکردی تا اینجا خفه، یعنی میشستی گلوتو میگرفت. و خب ما پلیرهایی بودیم که باید میدویدیم، ما مهمترین چیز اینه که ما نفس بگیریم، یا اینکه مثلا میرفتیم کشورهای مثلا مثل تایلند دمای هوا 42 درجه، 40-42 درجه ما باید میدویدیم و خب عرق میکردیم، اصلا خفه میشدیم، یعنی یه افتضاحیه. بعد حالا به کنار این پوششه، اینکه اون وسط قبل بازی یکی از نکاتی هم که وصل میشه به سوال قبلی اینه که حراست میاد قبل از بازی، اولا که میشینن براتون مجبورت میکنن بشینی یا قرآن بخونی، یعنی ما قبل بازی باید میشستیم سوره نمیدونم چی چیه فلانو میخوندیم که اون بازی رو ببریم. برای رد شدن از توی رختکن قرآن میگرفتن ما بوس کنیم از زیرش رد بشیم. خب این چیزی بود که برای منی که حالم از قرآن و از دین و از اسلام و از همه چی از همون کودکی به هم میخورد، برای من عذاب آور بود. من میخواستم برای این مملکت بازی کنم، نیومدم اینجا که تبلیغ دین شما رو بکنم. که برای همین این فشارها بود، میمدیم بریم تو زمین، حراست یه بخشی از شغلش این بود که بیاد حواستون باشه آسینانتون نر بالا، هدبندتون نیفته، نمیدونم چی نشه. یه بار من باورتون نمیشه تو بازیه، نمیدونم الان دقیقا کجا بود، ما عرق کرده بودیم و لباسمون چسبیده بود و خب لباس زیرمون پیدا بود. اینا اومدن سریع رفتن بازار فرداش برای ما لباسای چیز ضخیم‌تر خریدن ما زیر لباس تیم ملی بپوشیم که مبادا عرق میکنیم مثلا سوتین ما پیدا بشه یا شورت ما پیدا بشه. خب شما خودتون حساب بکنین، حالا همون لباسه ما رو اذیت میکنه، این زیریا هم هست اضافه میشه. و میخوام بهتون بگم که اصلا هیچ چیزیشون مثل آدمیزاد نبود. من اینا رو همون موقع من رو عذاب میداد تا زمانی که اومدم اینجا بازی کردم با تیم ها و مربیگری کردم، من واقعا اصلا به طرز عجیبی تفاوت ها رو بیشتر احساس کردم. یعنی اینکه اینجا اینقدر همه کرامت انسانی دارن، اینجا اینقدر راحت دخترها میان با پسرها تمرین میکنن. ما مسابقات دوستانه، من اکثر مسابقات دوستانه که برای بچه هام میذارم، اون موقع که تیم دخترها داشتم همیشه با پسرها میذاشتم، نوجوان بودن همشون و اصلا خیلی متفاوته فضا. میخوام بگم که اون سیستم سیستمیه که باید یه کبریت، یه بنزین بریزی کلن روش از زیر با کبریت بزنی نابود بشه بره کنار،
نسل جدید بیاد سیستم جدیدی بیاره وارد کنه. این تنها راهیه که ما میتونیم این سیستم جمهوری اسلامی و چیزی که تو این کشور رو بردن نشوندن و نابودش کنیم. به نظر من باید از ریشه نابود بشه همه چی. حالا اینکه جمهوری اسلامی هم بره ولی یه سری چیزهایی که نشونده توی فکر مردم، توی ذهن مردم، اینا هم ما باید نابود کنیم. یعنی من پیشنهادم اینه که همه بشینن فکر کنن ببینن چی رو جمهوری اسلامی میگه درسته، همونا انجامش ندن، یا چی رو بگه غلط بده همونا انجامش بدن. یه نکته خیلی مهمی گفتی که سطح دغدغه های مسئول تیم ملیه، یعنی بقیه کشورهای دنیا روانکاو میارن چی میارن که مثلا در زمینه های مختلف تیم رو ساپورت کنن، ما مثلا دغدغه شو اینه که لباسی بخرن که نکنه لباس زیر این بازیکن عرق کرد مشخص بشه. اما یه نکته خیلی خوبتری هم اشاره کردی، واسه همه صحبتات خوبه، نکته های خوبه، اما اینکه ما باید علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی تغییر بکنه، یه فرهنگ غلطی که سالهاست متاسفانه در کشور ما ایجاد کرده و ما هم بالاخره تحت اون آموزش پرورش، تحت اون مدیا، بالاخره صدا و سیما اینا بزرگ شدیم و ناگزیر ما هم ایرادهایی داریم. به طور مثال یه تفاوت خیلی خوبی رو گفتی، من خودم تو تیم دو میدانی بودم، بالاخره باشگاه بازی میکردم اون زمان که جوان بودم، نه الان. اون زمان تو ایران مربیمون خب فحاشی میکرد، واقعا به ما فحاشی میکرد، یا حتی مثلا اونایی که عقب میمونن ما دور زمین میدوون با چوب میزد، خب یعنی واقعی میزد ما را. خب بعد مثلا و ما مثلا به نظر من هیچ ایرادی نداشت، هیچ کی نمیرفت مثلا شکایتی بکنه هیچ، یعنی مثلا من یادم مثلا حتی مثلا مربی که خیلی فوش خواهر مادر میده، جذبه داره، کاریزماتیکه، مربی محبوبی بود حتی مثلا اون زمان توی چه فوتبال چه دو میدانی که من اون زمان بازی میکردم. ولی شما میبینی الان میری ایتالیا، میری سوئیس، میبینی کلا فرهنگ فرق میکنه، رفتار با کودک فرق میکنه، رفتار با نوجوان فرق میکنه. برای همین وقتی اون بزرگ میشه، انسان فراتر از ورزشکار، انسان موفقتری میشه، انسان آگاهتری میشه. و من فکر میکنم حرفت کاملا در اینجا متینه که نه تنها جمهوری اسلامی باید بره، بلکه این میراثش که یه میراث فرهنگی غلطه، اون هم باید تغییر بکنه. دوست دارم صحبتی تو رو هم بشنوم. دقیقا توی تجربه شخصی خودم وقتی که اینجا وارد رختکن توی تیم سوئیس شدم، خب از ابتدا که خواستم برم بخوام تفاوتها رو بهتون بگم که اینجا برای یه ورزشکار، برای یه انسان چه ارزش قائلن و توی ایران با ما چی کار میکردن. من توی رختکن که وارد شدم دیدم که یه ساک ورزشی، خب تمام برندهای مثلا نایکی، آدیداس، با تمام لباس ها، کفش شماره همون موقع شماره پامو پرسیدن آوردن، بهترین برند ها رو برای منی که تازه مثلا خواستم برم برای این تیم تمرین کنم، فقط رفتم وارد رختکن شدم دیدم که همه چیز برام اینجا خیلی عجیب غریبه. یه طرف ماساژور داره بچه ها رو ماساژ میده، یه طرف روانشناس داره با بچه ها صحبت میکنه، یه طرف کمود هایی که برای بچه ها هست همه پوستر خودشون، تیم دختر ها پوستر خودشون رو زدن، درهای کمود ها باز بود، نگاه کردم دیدم 5-6 جفت از هر ست لباس، کفش، امکانات، یعنی مربی چند تا کنار زمین و چه احترامی برای بازیکن ها، چه ارزشی. و من اونجا اصلا زدم زیر گریه، بچه ها اومدن گفتن چی شده اینا، نمیدونستم چی باید بهشون بگم، فقط اونجا زدم تیره گره، گفتم دلم میسوزه از من که گذشت، من که به هر حال دیگه سنی هم رسیده بودم که دیگه، ولی برای بچه های نوجوان یا کسایی که تو ایران میخوان بازی کنن دلم سوخت. یعنی یکی از مزراتی که فکر کنم خود شما هم همیشه این حس رو دارین اینجا که چیزهایی رو میبینیم که میگیم چرا بچه های ما ندارن، یعنی جمله‌ای که همیشه از ایرانیای خارج از ایران شنیده میشه. ولی سطح دغدغه های اونا توی ایران در این حد بود که ما قبل از اعزام وقتی ازشون چیزی میخواستیم یا میگفتیم حداقل مثلا یه پولی به ما بدین، شما که توی تیم ملی به ما که پول نمیدین، باشگاهی هم که پول ما رو میخورین، حداقل یه پولی مثلا برای سفر خارجی بدین یا یه لباس درستی به ما بدین، این لباس ها چیه، 3 سایز 4 سایز گشادتر که مبادا مثلا ما رو کسی ببینه. و در جواب یادم همیشه به ما میگفتن شما دخترها، همیشه ما رو تحقیر میکردن که میگفتن شما دخترها هستین اینجا که ما فیفا مثلا ایراد نگیره. یا یه بار یادم اینو تو همه جا گفتم، آقای کفاشیان بهش گفتیم اون موقع مثلا یادم نیست دقیقا مبلغش چقدر بود، گفتیم 1 میلیون چقدر حداقل به ما بدین، چون دیدیم به پسرها جلوی چشم ما دارن
بگای گوشی مدل آخرین مدل گوشی و پول و اینا میدن بهشون، ما واسه نگاه میکردیم دیگه. خب ما هم تیم ملی ایران بودیم مثلا، گفتیم حداقل ما 1 میلیون پول بده میخوایم پاشیم بریم کشور خارجی، چرا سوغاتی برای خانوادهمون بگیریم؟ که مثلا آقای کفاشیان برگشت گفت که شما اصلا دختر بلدین 1 میلیون تومن رو خرج کنین. اینا رو که من مثلا مقایسه میکنم با اینجا، میگم خب من که دیگه الان اونجا نیستم، ولی ما باید کاری بکنیم که حداقل نسل جدید، بچه های کوچیک، به این چیزایی که ما برخوردیم بر نخورن، چون واقعا درد داره. اینکه شما به عنوان یک نخبه تو کشور خودت، نخبه ورزشی باشی و بیای، مثال ملیکا که بیای از امریکا پاشی بری برای تیم خودت بازی کنی، بعد تو رو با تیبا بردارن جا به جات کنن، با اسنپ بری سر تمرین، بعد جونت یعنی دیگه بدتر از این وجود نداره، میدونین؟ یعنی بدتر از این وجود نداره. هیچ ارزشی برای بچه ها قائل نیستن. و من فکر میکنم که علاوه بر این که ارزش قائل نیستن، نکته ای که تعرض میکنن، من فدراسیون بارها و بارها با این مورد مواجه شدم که از دم فدراسیون که میخواستم برم طبقه، یادم از 7 یا 11 زنان، تا خود اون کمیته انضباطی که مسئولش اون موقع، به پیشنهاد میدن، پیشنهادهای جنسی بهت میدن، یا مثلا از همون آقای تاج بگیر که اصفهانی هم بود و یه مدت توی فدراسیون بود، که ما رفتیم مثلا بشینیم، ما موقع تیم اصفهان بازی میکردیم، رفتیم بشینیم باش حرف بزنیم، بگیم آقا تیم ما داره منحل میشه، ما الان اول جدولیم، بیا ما رو ساپورت کن از طرف فدراسیون. اصلا تنها چیزی که تاج راجبش صحبت نکرد تو اون جلسه که من بودم با یکی از بچهای دیگه تیم، در مورد فوتبال بود. این آقا اصلا نمیدونه فوتبال چیه، شروع کرد به لاس زدن، ببخشید، شروع کرد به حرفای چرت و پرت زدن. خب این سیستمیه که بچهای ما توش دارن، واقعا همین الان من فکر میکنم بهترم نشده، بدتر شده، سطح دیکتاتوریشون بیشتر شده، سطح بیماری، بیمار بودن جنسیشون بیشتر شده. من ای کاش این قدرت داشتم، یعنی فکر کنم همه ما دوست داریم قدرت داشتیم، اینا رو واقعا همشون رو میذاشتیم یه جا آتیش میزدیم، خیلی فاجعه. من بریم حالا، فکر کنم 10 دقیقه تمام وقت داریم، یه سوالم آخر دارم، ولی میخوام قبلش درباره کمپین صحبت کنم، درباره کمپینی که شما دارید برای بچه ورزشکار. میدونیم که محدود به جنبش زن زندگی آزادی هم نمیشه، از توی همه این 48 سال جمهوری اسلامی با بسیاری از ورزشکاران رو اعدام کرده، از همون دهه 60 بسیارشون زندانی کرده، بسیارشون رو به صورت به بهانه های مختلف از ورزش محروم کرده، کنار گذاشته، از تیم ملی محروم کرده، نمونهاش بسیارن. خب من هر کیو نام ببرم یه عده دیگه واقعا میمونن. سال 88 میدونیم خیلی از بچه ها، کاپیتان پرسپولیس، خیلی از دوستان عزیز خوبمون زندان رفتن، اومدن در واقع از تیم کنار گذاشته شدن. و بعد همین هر اتفاقی 96-98 و تو جنبش زن زندگی آزادی هم دیدیم دیگه، یعنی الان آقای نصر آبادانی مثلا اون حکم وحشتناک رو گرفته و خیلی از بچه ورزشکار میاد، من سعی کنم اسم نبرم چون یکی دوتا نیستن، نوید افکاری که دیگه همه مخاطبای ما میشناسن، که اعدام شد، کشته شد واقعا یک ورزشکار عزیز. آیا برای در واقع ورزشکار ایرانی چه کارهایی میشه کرد، چه کارهایی کردی؟ اگه دوست داری صحبت کنی، دوست دارم در مورد این هم بیشتر بدونی. حتما. اتفاقا ما کمپینی که شروع کردیم با به خاطر اینکه جلوگیری کنیم از اعدام نوید افکاری بود، و خب خیلی اگه یادتون باشه اون موقع فضای ایران مثل الان نبود، و اینکه ما هرچی داد میزدیم، یعنی توی جامعه بین المللی به همه، و این شد که جمع شدیم که صدامون بلندتر باشه، ولی نشد جلوی اعدامش رو بگیریم متاسفانه. این یه بهونه شد که ما استارت بزنیم و جلوگیری کنیم اصلا از این اتفاقها، و خب کار سختی بود، ولی تونستیم یه سری ورزشکارا دور هم جمع بشیم، تمام اتفاقایی که توی ایران میافتاد و سریع نامه‌نگاری می‌کردیم، می‌فرستادیم که به هر حال، یا اینکه اونا مثلا از طرف فدراسیون ها میمدن اینجا و صحبت میکردن، ما صحبتاشون رو مثلا با مدرک میفرستادیم که دارن دروغ میگن.
خب خیلی جلوی یه سری از تیم ها و بازیکن هایی که میخواستن برن امریکا جلوی اونا رو گرفتیم که خب کسایی بودن که گرین کارت دارن یا اینکه دارن میگن مرگ بر آمریکا و فلان و اینا، پس اینا نباید برن امریکا. خب تونستیم جلوی خیلی از بازی ها رو بگیریم که انجام نشه یا خیلی از ویزاها داده نشه، این کارا رو کردیم. اون اوایل خیلی سخت بود چون که سایبری های رژیم اومدن اینو انداختن تو دهن مردم که اینا دارن علیه شما این کار میکنن، شما دارن تنها خوشی شما که ورزشه رو ازتون میگیرن. خب یه مقدار اون موقع مردم مثلا مقابل ما میمدن میگفتن چرا دارین این کار میکنین، ولی بعد از انقلاب مهسا مردم دیدن، یعنی شبی که تیم ملی فوتبال بازی داشت همه وقتی که باخت اومدن توی خیابون و شادی کردن. اینو نمیشه ساده ازش گذشت، این خودش یه انقلاب توی مردم ایرانه. یعنی چیزی که من تجربه داشتم توی این چند سال مبارزه، اون شب یکی از شبایی بود که با وجود اینکه عزیزایی رو از دست دادیم مثل مهران سماک و خیلی واقعا دردناک بود، ولی من این انقلابه توی مردم ایران منو خیلی امیدوار کرد که ما چند ساله داریم میگیم مردم ما ضد شادی شما نیستیم، یک بار برای همیشه بیان این دندون خراب رو بکشیم بندازیم دور. و الان من امیدوار، خیلی امیدوارم، من فکر کنم الان توی نقطه هستیم که توی این 44 سال در ادامه مبارزه ها فکر کنم تو بهترین نقطه ایستادیم. همین الان شما بچه های خارج از کشور رو ببینین، انقلاب ادامه داره، یعنی بچه ها دارن مبارزه میکنن، بچه های داخل دارن با وجود سرکوب وحشیانه دارن مبارزه میکنن. همین الان فردا تحسن من تا یادم نرفته وقت تموم نشه که میلاد محمدی برادر شهریار توی کانادا، بچه ها توی آلمان هستن، توی تمام کشور استرالیا چقدر همه دارن جمع میشن و اینا همه نشونه چیه؟ نشونه اینه که انقلاب ادامه داره، یعنی ما نباید ناامید بشیم. من توی بخش ورزش خطاب به تمام ورزشکارایی که بیرون از ایرانن، کسایی که توی ایرانن، ما کوچکترین انتظاری ازشون نداریم چون واقعا وحشتناک وضعیت داخل، ولی کسایی که بیرونن یه قدم بیان جلو، بیان یه کم با هم دیگه متحد بشیم. من توی رشته خودم رو دارم میگم، تخصص خودم، با هم متحد بشیم و ما هر چقدر بزرگتر بشیم صدامون بلندتره، بیشتر میتونیم کمک کنیم به مردم داخل و اینکه امیدمون از دست ندیم واقعا. مرسی. بله من خوب شد گفتی، چون من حالا تو نروژم که من هستم در واقع تظاهرات در تمام کشورها هم صدا با هم دارن شعار نه به اعدام میدن، واقعا علیه جمهوری اسلامی و این جنایتاش دارن موضع میگیرن و واقعا میگم ما که خارج از کشوریم اصلا حق نداریم به بچه داخل بگیم چی کار بکنید چی کار نکنید، چون اونا واقعا تحت فشارن و خودشون هم بهتر از ما بلدن، ما از اونا یاد میگیریم، ولی ما میتونیم با همدیگه کنار هم بیستیم. ما حداقل تبعیدیا حمایت خودمون از اونا اعلام کنیم و صدامون رو به گوش دنیا برسونیم. ما حدود 3 دقیقه وقت داریم، 4 دقیقه وقت داریم، دوست دارم صحبتهای آخرتو بشنوم، جنبندی تو بشنوم و قبلش ازت تشکر کنم که برنامه خودت با وجود تمام شلوغی‌ها تشریف آوردی. خواهش میکنم، باعث افتخار من بود که با شما هم صحبت شدم و امروز این وقت رو به من دادین که صحبت کنیم راجع به ورزش و انقلاب. و من تنها چیزی که میخوام بگم اینه که دشمن اصلی ما الان ناامیدیه و اینکه ما فکر کنیم دیگه تموم شد و هممون برگردیم به زندگی های عادیمون. نه، ما واقعا زندگی عادی نخواهیم داشت، ما هممون به هم دیگه وصلیم. من نمیگم کسی زندگی نکنه، تفریح نکنه اینجا، چرا، زندگی تو بکن، ولی اون قدمه رو برای مردم ایران برداریم، فراموش نکنیم که ما همه مثل یه زنجیر، مثل همون ماهای اول چطور هممون با هم دیگه کشورهای غربی رو اصلا به تکاپو انداختیم، یعنی اون اتحاد بی‌نظیری که ما روزهای اول داشتیم و دوباره بیایم با وجود تمام تفرقه افکنی ها، با وجود تمام حواشی که درست کردن، تجربه ازشون به دست بیاریم و بیایم دوباره خودمون متحد بشیم. برای فردا هم من الان دیدم بچه ها نوشتن آدرس، اینا نمیدونم هر کشوری که هستین با حتما لیدرهایی هستن که
میتونن آگاهی رسانی کنن. ولی این تجمع های خارج از کشور خیلی مهمه به نظر من، و خیلی همین که میان آخوندها علیهش میزنن که ما باید جلوشو بگیریم، یا این ما باید این کشورهای غربی رو آسی کنیم از دست خودمون. یعنی انقدر باید بریم، کسایی که میرن تحصن میکنن الان توی اتریش 400 و داشتم مصاحبه میدیدم 480 و چند روزه از اول انقلاب مهسا تحصن کردم دم سازمان ملل، یا اینکه الان حرکت که میلاد محمدی داره توی کانادا میزنه، یا تک تک ماها، و کوتاه نیاییم. همین یه قدم حداقل هر کدوم از ما که خارج از ایران هستیم، فارغ از هر چیزی که بهش فکر میکنی، هر ایده‌ای داری، هر نمیدونم، فارغ از همه چی، فقط به مردم ایران فکر کنیم و یه قدم بیایم جلو. دقیقاً. آرش صبحانی تصویر خیلی قشنگ گذاشته بود از کوچ پرنده ها، که میگه آقا این پرنده ها هر کدوم نمیگه من این وری میخوام برم، من اون وری میخوام برم، من نظرم فرق داره. پرنده ها متحد میشن، یک چیز قوی و بزرگ رو تشکیل میدن در کنار هم، و بعد در واقع اون کوچ رو به سرانجام میرسونن با وجود تمام تفاوت نظرها، تفاوت هایی که فردی که وجود داره. خیلی نکته مهمی رو دست گذاشتی، باید از تفرقه دوری کنیم. تفرقه چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد. من خیلی جالبه صحبتات که داشتی میکردی، بعضی از در واقع کسایی میومدن پیام میذاشتن یه جور تفرقه ایجاد میکردن بین اونایی که توی کامنت ها صحبت میکردن. من میگم صفحه شون ظاهرا طرفدار مثلا مخالف جمهوری اسلامی بودن، طرفدار اپوزیسیون بودن، اما وقتی میرسی صفحه شون میدیدی که همشون سایبری ان، همشون اکانت های ناامنن، و جمهوری اسلامی داره این تفرقه رو ایجاد میکنه. ما نباید به دامش بیافتیم. مرسی از نکته خوبی. دقیقا داره براش هزینه میکنه، هزینه سنگینی هم داره میکنه. خیلی ممنونم ازتون. من اول ازت میخواستم تشکر کنم که برنامه خود اومدی، برات آرزو کنم که این مسیر رو همینجوری خوب و محکم ادامه بدی، و امیدوارم البته کار ورزشیتم ادامه بدی. تو باعث افتخار ما، علاوه بر اینکه در زمینه اکتیویست بودن هستی، در زمینه ورزش هم هستی، و امیدوارم یه مربی خیلی خوب در سطح جهانی داشته باشی. مرسی ازت. با هم رسانی، کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.